در طول عمر بده ان شاء الله هوایج شما برآورده خیر بشه متشکرم ببینید بینندگان عزیز ما میگیم یک وقتی یک کاری بکنیم مثلا مسجد درست بکنیم این معلومه این میریم اونجا زمین میخریم بنا میآید مهندس نقشه میکشد مسجد پول جمع میکنیم مسجد درست میکنیم یا یک وقتی دیگر میگیم که بریم فلان یا هیئت عزاداری بیرون بیاریم هیئت خوب سینازنا جمع میشن نوخان میاد بیرون یعنی یک کاری هست که انجام میدیم یک وقتی میگه مجلس ختم قرآن کریم باشه خب ختم قرآن کریم میخوام یک وقتی میگم فلانی جا مثلا جنگ بریم اونجا بجنگیم خب اینها کارای معلومه وحدت کنیم که چیکار کنیم این یک وحدت کنیم این اصلا یک کلام بی مورد وحدت یعنی اینجا چی خبره وحدت بکنیم کدام جا جنگه که ما بریم با هم مثلا ما و عمریه با هم استاد بشیم در یک صف با کسی بجنگیم در تمام جاها کسایی که با شیعیان می جنگن امریکا که نمی جنگد با شیعیان اسرائیل که نمی جنگد با شیعیان بله جنوب لبنان بعضی وقتا با اسرائیل با حزب اینا می جنگد و اونها دو جنوب لبنان را قبول دارن اما بقیه جاها که بین شیعیان و غیر اونها امریکایا و یهود و نصارا که جنگ نیست با جنگ جنگه عموما همین فرقه های وهابی و سلفی اینها هستند که شیعیان را قتل عام میکنن. وحدت بکنیم که چی کار بکنیم اصلا اصلا معلوم نیست وحدت بکنیم یگانه چیزی که اینها از ما میخواهند یعنی ما خل اصلا بشویم یا ما شیعیان خل اصلا چیست ابو بکر و عمر را به بدی یاد نکنید به تعظیم یاد بکنید ما بینندگان عزیز ما کدام اصراری نداریم که شیعیان بیایند ابو بکر و عمر را از خواهر و مادرشان اینجا یا جای دیگر بروند یاد بکنند و اون نفی هم به حال ما ندارد و یا اون ابو بکر عمر را فوشای ناموسی چی فلان و فلان بده نه بینندگان محترم اما بیان کردن حقایق که فلانی مجرم بوده منافق بوده این سلاح تبلیغ شیعه هست خیلی از عمریا که شیعه میشوند به خاطر همینه و خیلی از شیعیان که شیعه مانده اند به خاطر همینه و این براعت نمودن این اصلا واجبه از جانب پروردگار عالم و شرط ایمانه لذا بینندگان محترم این کلام وحدت که اینها میگویند اینها هدفشان اینه که شیعان به ابوبکر عمر چیزی نگویند از تا از اون جانب عمری ها بله حکومت ایران را آقای خامنه ای را نسبت به او حسن زن بیشتری پیدا بکنند او را به عنوان ولی امر مسلمین جهان قبول بکنند که این بینندگان محترم یک امر ناشدنی هست عمری ها هیچ وقت بله هیچ وقت خامنه مگر اون وقتی که خامنه ای واقعا عمری بشود وهابی بشود مانند حسین معید برود کتاب بنویسد سخنرانی بکند از دوازده امام براعت بجوید زیارت کربلا را شرک بنامد تا اون زمان عمری ها او را به عنوان رهبر خود قبول نمی کنند قبول نمی کنند اون طوری اگر بکنه امکان دارد و تازه اون لفظ حالا فرضم بکنید که شیعیان عمری و رو به عنوان رهبر خود قبول بکنه این نفع به حال مذهب ما نداره خامنه‌ای خودش یک آدم منحرف از مذهب لذا بینندگان محترم بله این وحدت یک کلام بی معنا و باطل می باشد. سلام علیکم بزرگوار بفرمایید